در اینجا چاینکی آماده میشه. 5 ساعت در بر میگیره که 5 ساعت میمونه تا اینکه آهسته آهسته داخل چاینک پخته میشه. مشتری داریم که تقریبا هم کم از 30 سال 35 سال سپنه. دو ساله. دو ساله؟ خیلی چند سال میشه اینجا کار میگیری؟ 18 سال. دو ساله هستی 18 سال میشه اینجا کار میگیری؟ بخ همون فرمایش هست. دیدم بیخی خودش هست. هموطنان عزیز سلام، امیدوار هستم هر جایی که هستین جور صحتمند سر حال باشین. بازم از چینل کابل لور در خدمت شما هستم. خب امروز شما را خواستم بیارم به کابل قدیم، یکی از رستورانت هایی که خیلی از قدیم اینجا باقی مانده، به مو حالتی که هست باقی مانده. در اینجا چاینکی آماده میشه. خب چاینکی یا به اصطلاح همون شوربای وطنی خود ما و شما، خب خیلی خوشمزه است و خیلی وقتا است که مردم کابل قدیم اینجا میای بر چاینکی خوردن. ما هم خواستیم اینجا بیایم شما را بیاریم در این رستوران. شما که اینجا آمدین قبلا حال نیستین در اینجا که بیاین به این رستوران. و استاد وحید کسی است که این رستوران تا سالهای سال از بابا و اجداد اینجا پیش میبره. بیاید داخل بریم ببینیم که چاینکی چطور آماده میشه، خب چی کارا میکنن. ما را همراهی بکنین. وحید رستوران چاینکی فوقلاده از گوشت گوسفند. شما میبینین این رستوران به موالت قدیمش هنوز هم باقی مانده، به مو راپله هایی که از مسابق ساخته شده، یعنی هیچ نوع تغییرات برش ناوردن. مردم این رستوران تا با اینمی حالتش قبول داره و دوست داره و امو کابلی های قدیم بی سفیدا هست، جوان ها هست، معمولا اکثرا ایزان میاین و در اینجا با چاینکی خوردن. سلام برادر، قن خوب هستین؟ ساعت شما خوب است؟ خیرتی هست انشالله؟ باش که به این طرف بیایم که دوستا خودتا ببینن. خوب هستین؟ شکر زنده باشیم. نام شما چی هست؟ نام جاوید. جاوید جان. جاوید عزیز، من میفهم که بیشترین رسانه ها پیشتان آمدن. همین رایزین ها کمی مانده ساخت باشی. دیگه اینجا آمدن پیشتان و همه قسم هموطنهای ما از سابق از گذشته ها اینجا میاین برای چاینکی خوردن. خودت خیلی جوان هستی. چند سال میشه خودت اینجا هستی کار میکنی؟ 5 سال میشه. چهره دو استاد وحید میمونه، بیادرش نیستی؟ بیادرش هست. بسیار خوب. من میفهم که همه قم معلومات دارم که این رستوران از پدرتان برتان میراث مانده، مدرست؟ بله. بسیار خوب. خب در این پیسر یک تصویر معلوم میشه دوباره ای خو اشتباه نکنم خود استاد وحید هستن؟ بله. اینا کی هستن؟ پدرم. پدرتان هست؟ بله. حیات هستن؟ نه فوت کرد. خدا رحمتشان کنه. یام دیگه برادرتان هست؟ یام بیادرم از فرایدین نام دارم. خب بسیار خوب. خب اگر اجازه باشه ما بریم به آشپزخانه. اجازه پیش استاد وحید. بله. ببینیم چی کار میکنه. یعنی کم کم سر چاشت میشه بخیر که مشتری آماده میره. مترست؟ بین دوستا که بریم پیش استاد وحید ببینیم که استاد وحید چی آمادگی داره برای چاشت. و اینه میشه یک کاکای ریسفید ما هم هست، نام خدا چاینکی نوش جان میکنه. سلام پدر جان، خوب هستی؟ پدر خیر خیرت، صد خوبه، سلامت باشی، خانه خیرت. تشکر پدر جان، خود خوب هستی؟ فضل خدا. نوش جان این نام خدا چاینکی نوش جان کدی؟ جان آسه. یک ذره چرب نیست به خاطر سنسا؟ من همین چرب خوشم می آیا. نوش جان تا نوش جان. زنده باشی. خب چند سال است که میایین اینجا چاینکی نوش جان میگرین؟ تقریبا دروگوی نشون پیش یک 20 سال میشه. او ماشاءالله، دیگه تقریبا از جوانی ها میایین اینجا چاینکی خوردن. خوب چاینکی مزه داره؟ بله بسیار مزه دار است، خدا خیرشان بده. الهی آمین. امرای دوستایتون هم بعض وقت اومدین یا بتنای میین؟ نیام رای دوستان میایم اگان دفعه. خب بسیار خوب. نوش جانتان. زنده باشه. بخیر برای شما بخواهیم یک چاینه. قربانتان، دیگه مال میری پیش خود استاد وحید ببینید که چطور آمده میسته ای چاینه. خدا نگرسه. بخیر باشه. خب السلام علیکم. خب دوستا بیاین که بریم اینجا یک تصویر بسیار قدیمه هم است. یک دختر خانم رحمت چران
و حال هم اینجا آشپزخانه استاد وحید است. میخواییم بریم ببینیم که استاد وحید چی کار میکنه اینجا. بیاییم دوستا. ای نه کم کم رسیدیم بشه استاد وحید. سلام استاد وحید، خوب هستی؟ سلام علیکم بدر. جان جور است؟ خیرتی است؟ ساعت خوب است؟ شوال اول بخیر است؟ مانده نباشی؟ شما بسیار خوش آمده جور باشی. خوش باشی، سلامت باشی. تا جایی که من میفهم اکثر رسانه ها پیش خودت میان، بیشتر وقت خودت هم میگیرن، ولی خودت خوشبختانه که با پوشانی باز و جبینی باز میپذیریشانه. خسته خونه میشی؟ نه خواهش میکنم بدر. زنده باشی برادر. خب این حاله دیگه کم کم سر چاشت میشه. اما تو خودت آمادگی داری دیگه برای امسال ها بخی ساعت دیگه؟ بله بسیار خوب. خب این ای چاینکار که همش اینجا چیندگی است، همش هم داخلش پر است؟ آه بله، کلش داخلش پر است، آماده است. بسیار خوب. اینم چاینکی شما فکر میکنم از گوشت گوسفند است، همونطور است؟ چاینکی از گوشت گوسفند است. بله. خب، از دیگه گوشت نمیشه؟ از دیگه گوشت میشه. خب. اینم اینو برام بگو که اینم چاینکی دلیل خوشمزه بودنش چی است؟ چرا اینقدر بامزه است؟ بدر یکی خوی گوشت گوسفند است. دوم خوشمزه ترین چاینکی است که بدر خنده خود میچاینکی پخته میشه. روغن نباتی داش نمندازه؟ روغن نباتی نداره، نه خود گوشت است. بس خلاص با روغن خود گوشت پخته میشه دیگه چاینکی ها. ما فکر میکنم یکی از دلایل دیگه اش هم این باشه که با آتش کم پخته میشه. جانم دلار نه آتش کار داره. این دیر زمان میمونه دیگه؟ بله تقریبا 5 ساعت در بر میگیره که 5 ساعت میمونه تا اینکه آهسته آهسته داخل چاینک پخته میشه. بله. خب اینا یگان کارکا بکو ببینیم که چی کار میکنی. بله این اوجوش انداختی داخلش ها؟ آه کم کم اوجوش میپرتیم دیگه که بزر بخواه خاطر که خشک نشه؟ نسوزه؟ قاشقه که مرا برده؟ این قاشقه که استاد وحید بتین دیگه که یک شور بتا یک گوشت هاره آه جناب بدر. این دیگه دوستا شما تصاویر از آماده ساختن چاینکی توسط استاد وحید ببینین، بعد انشاءالله قصه ها را همراه استاد وحید می داشته باشیم. کارایی که استاد وحید میکنه اگر چی که ما کار من است من نمیتونم، ولی بازم یک چاینک ما امروی قاشق شور میتونم شما نزدیک بین ببینید که ما بر شما نشان بتم که گوشت گوسفند است و خیلی طبیعی پخته میشه. اما قسمی که میگن چای سماوار مزه میده به خاطر از اینکه با آتش بسیار خوب جوش داده میشه، اما قسم چاینکی هم با آتش ملایم در حدود 5 ساعت ای دوام میکشه تا که پخته شوه. این حاله خوب نزدیک بینگ و بر شما نشان بتم. این ببینین دوستا که با روغن طبیعی خود گوشت و این چاینکی آماده میشه. خب استاد وحید اینم چاینکی را یکی خود نان ریزم میکنن، این را بالاش خالی میکنن. بله دیگه اما قسم خالص هم استفاده میکنن. یکی از که گفته خودت نان میده میکنن و شروعی میشه که بدر یک درگه کو زیافه میکنیم و شروعی میشه باز سر نانشان خالی میکنی. بسیار خوب. یکی از که قرمه سودم ها خودش میباشه که نیتو خوشکس. خوشکس ها؟ فرق میکنه چاینکاش؟ نه فرق نمیکنه. کل این چاینکی مکمل که میبینی کل از این مال در روغن خودم و گوشت سودم ها خود هستی. خب باز اگه کسی شروع خود دانه کمک او زیافه میکنی مگه نخوردیم تو قرمه ایست بشک بلا. خب این چاینک ها چطور سر آتش میده نمیشه؟ میده میشه نه الان مال خود میده سیم پیچش کردی ها؟ نه خودمان سیم پیچش کردیم. من فکر میکنم این چاینک ها خیلی چاینک های قدیمی هم باشه. بله قدیمی هم داریم در قاتش ها قدیمی هم زیافتر است. باز دوباره ترمیم میشه؟ ترمیم میکنم دوباره. خب بسیار خوب. من وقت میره برای دوستان نشان میده میره زیاد گرم که میه باز میده میشه. دوباره هم از این چاینک میتونی استفاده کنیم؟ باز دوباره بسیار خوب. دوباره اینو جور میکنیم؟ جورش میکنیم بشک والا. خب اینا یکی از این چاینک های قدیمی تو به ما نشان بده که از خیلی سابق است مانده نگاش کردین. اینم چاینک است؟ بسیار قدیمی. چند ساله چاینک والا می تقریبا خب 15 سال پیش من پدرم خدا بیاموز زنیم چاینکی میخورد تو برزای خدا خدا رحمتشان کنه. این کس پس پدرتون مانده دیگه کس به پدری است؟ کس به پدری میراثی زم اولیا. بسیار خوب. ای تو گفتم میتونی که در حدود چند سال میشه که شما از پدری کار میکنید؟ بله از ما خود تقریبا
از 70 سال هم زیادتر شد. یعنی بیشتر از نیم قرن میشه؟ بله. استاد وحید، غیر خودت که چاینکی میپزی، دیگه برادرام خودا کنارت هستن؟ هستن، بله. اونا هم یاد دارن طریقه پخته کردن چاینکی را؟ خوب هستن دیگه. خودت از پدرت یاد گرفتی؟ بله، از پدر یاد گرفتم. دیگه شاید شاگرد اولش خودت باشی؟ شاگرد اولش من خودم هستم، بله. بیشک هست، بله. خب امی کسب پدری را که آدم تعقیب بکنه هیچ وقت خارزار نمیشه. اما تو نیست؟ بدران نام پدرم ما گفتیم تو تازه ماندیم و خودم هم این بدر دنیم و کسب شکر خوش هستیم. از رفیقای پدرت انوزا هم پیشت می آیا؟ می آیا نا. رفیقای قدیمیش؟ رفیقای قدیمیش می آیا. مشتری که مثلا خیلی سالای زیاد میشه که پیشتان میایه، مثلا در حدود چند سال از مشتری دارین؟ این مال همین مشتری داریم که تقریبا هم کم از 30 سال 35 سال شد که میاد. میایه همیشه چاینکی میخورن؟ همیشه چاینکی میخورن. اما جالب به این است که من میدینم موی سفیدا هم میان چاینکی گوشت و گوسفند میخورن، یک ذره چرم و مس، اما هیچ پروای فشار چیزی را ندارن. بله، میال خودت قطعیم یک ری سفید و جمی جا مصاحبه کردینه؟ بله. گفتم تی یک چاینکی مرا بیتی که پاک دنبا باشا نوش جانش والا. آل بیساری آنو نو 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 میشه چشتا آل بیساری را بی بی که میگه بدر مرا چاینکی بیتی که چرب نباشه نی؟ اما تر از آل میری سفیدا که اون دل نام خدا هم که باشی ها هستن اونو بود گوشت گوسفند روغن طبیعی، گوشت گوسفند، گوشت گوسفند طبیعی با انرژی با قوت ها میره میخورن اونه نه فضل خدا نه فشار دارن نه چربی خود. اینا مثلا وایدی رو بر ما بگو، اکثرا وقتی که آدم آشپزی میکنه آدم از همه بوی دیگ تقریبا آدم دل آدم سیر تو آدم سیر دل آدم نمیشه بخوره. خودت هم باز اشیایی ده بند نمی کنه بوی چاینکی؟ بله نه بدر ما خود گفتی هم تو اینمی خوراک ماست. هر روز چاینکی دیگه چهار چست؟ هر روز چاینکی ساز ما بره. نوش جان کدام وقت مثلا تو میشه که دلت بزنه دیگه چاینکی نخوری اگه چیز دیگه بخوری؟ بله می گوش گوشتان نانه دانی دل نمیزنه. راست میگی راست میگی. هر غذاره که بخوری دل میزنه مگه می دل نمیزنه؟ چاینکی دل نمیزنه. خوشبختانه که ما یک دفعه دیگه هم پیش اومدیم مزی چاینکی را فهمیدیم که باز اومدم. نه خلاص دیگه اون اینا لدگه دوستا را دعوت میکنیم با دیدن چند تصویر دوباره بر میگردیم دوستا و صحبت ها را با استاد وحید داریم. چاینکی و امی چای سماوار و امی رنگ بسیار مقبول. چای سماوار خود نوش جان کردین بدون شک مزیش هم میفهمین خیلی خوشمزه و خوشتم است. در این حال که با این چاینکی مزدار که چای مزدار نوش جان بکنید دیگه کیف خاص خودت میداشته باشه. این مطمئن باشین که ده هیچ جای دنیا. خب به ترموز چیز آوردین؟ بیند که چی هست؟ برای گلاس دیگه. اینه گلاس باش که برادر ما یک گلاس دیگه گفت که فکر میکنم چای خواستر باشه. چای بیخی دیگه در داخل کوره جوش شده. خب بیشک والا چای کجاست گفتی؟ در داخل کوره ایره جوش داخل میکنم. کوره جوش میدین؟ آه ایره از خود استاد وحید دیگه بازم تو میکنم. آه بیشک بخدا. اینه دوستا چای خواستر رو ویژه تر بر من رسید. این چای در داخل خود کوره جوش میکنه و این چای مخصوص خود استاد وحید نوش جان میکنه. همونطور است؟ اینه مهمان نوازی کردن دیگه از این چای بر من. من یک مزه شد امتحان بکنم با بر شما میگم. نیستین که لذتی چای بفهمین. خب درست است در بیرون افغانستان زندگی خوب است، ولی کیفیت زندگی که در داخل افغانستان است، افغانستان و کابل قدیم، اینجا باز لذت و خاطرات خاص خودم میداشته باشه. اما تو نیست؟ اینا خود خودم معرفی کن. نام من نوید است. نوید جان خودت سماوارچی هستی دیگه؟ من دیگه آدمی چای دم میکنی؟ وزیفه من سماوات هست و چای دم. چای که خودت دم میکنی دیگه شاید تجربه زیاد هست، اکثر کس رو دم کده نتانه بود نیست؟ دیگه مشکل هست دیگه جوش نخوره سعی باز چای خوبش نمیاد. کدام وقت چای مسترد شده گفته بیادر چایت کم جوش هست؟ نه هیچ وقت نشده. نه؟ به خاطر که اینجا همه چیز به شکل اصیل و خاصش جور میشه. کوشش میکنیم چای دم کنیم خوبش اما آدم بخوره لذت ببره. لذت ببره. نه خیلی که باز رایش کنه بگه. خود چند سال میشه که اینجا چای دم میکنی سماوات بگیم؟
5 سال میشه؟ بسیار خوب. دیگه حتما خوب تایید یاد گرفتی چای دم کردن دیگه. هیچ مشکل نداری. بله. خب من چای نوش جان میکنم. شما هم تصاویر ببینین از چای دم کردن ای برادر ما و این فضا و این جایی که واقعا بر آدم یک حس خوب میده، یعنی کابل قدیم به یاد آدم میاره. شما هموطنان عزیز که در سالهای گذشته در این رستوران تا آمدین، چاینکی نوش جان کردین، چای نوش جان کردین، خوب است این خاطرات تان تازه کردیم و دلتان هم هاو. دوستان عزیز، شما دیدین که برادر ما چای دم میکرد، چای سماوات، بسیار چای خوشمزه و اتفاقا استاد وحید یک لطف کرد که از اون چای مخصوصی که در کوره دم میکنه، از او هم برادر استاد وحید برای ما لطف کرد یک گلاس چای داد. شما تصاویر از کار و آمادگی استاد وحید میبینین. در این حال میخواهیم که همین کوره که در اینجا چاینکی آماده میشه بر شما نشان بدم که چه قسمی کوره در داده میشه و چه قسم آتش جور میکنن که تا این چاینکی آماده شوه. خب این دروازه کوره هستن که ایره هم ببینیم مکمل آتش است و اینجا در حدود 5 ساعت قبل از آل آتش کردن تا ای که ای بالا گرم بیایه و چاینکی آیست آیسته پخته شوه، یعنی کم کم سر چاشت میشه و چاینکی هم آماده میشه، مشتری ها هم کم کم میاین و دیگه استاد وحید هم خوب میمان نوازی میکنن. خب دلیل ای که چرا این چاینکی قطر طرفدار داره؟ یکی خوشمزه بودن این چاینکی است و دوم دیگه اخلاق و رویه استاد وحید با جمع از برادران و دوستان و شاگردانشان است که با مشتری ها بسیار با خلق خوش و رفتار نیک جذب کردن و همه مشتری ها پیشان میه. حالا ما شما در یک فضای میریم که فعلا استاد وحید با برادرش اینا اینجا بوده باش دارن و جای مخصوص خودشان است. در این حال پدر بزرگوارشون خداوند غریق رحمتشون کنه اونا هم اینجا بوده باش داشتن. استاد وحید در کارش میمونیم، حالا میریم پیش برادرشون یه دقیقه اونجا قسم میکنیم که اینجا جای مخصوص برای خودشان است. خب بفرمایید بشینین برادر. این جای بر خودتان است. نه برادر، یکم تو فامیلی هم باز میجرم هم وقت. خب اینی را میخواستم من بپرسم که اینی سوال مال شد. میخواستم این را بپرسم که اکثرا اینجا مردم میان برای غذا خوردن، ولی از این خبر نداشتم که فامیلی ها میتونن اینجا بیان برای چاینکی خوردن. فامیلی هم آمد بازی جامعه از اینجا برداشت. خب اینجا میشه اکثرا خانما امی شوربا و چاینکی و چیزا رو قدر دوست ندارن، ولی فامیلا ایران پیدا میشه که دوست دارن بیان نوش جان کنن. چاینکی و شوربا رو دوست ندارن، فکر میکنن که ما پخته می خودشون پخته میکنن اون رقم است. اما وقتی که خوردم باز مزه شدید میگن نه ولی دیگه مزه از این دیگه خانه ده جای پیدا نمیشه. چاینکی یک سیاسه رو آمد کرد پدرش گفت من نمیخورم شوربا، گفت خوشم نمیاد خونه، گفت نمیخورم، گفت کباب باشم میخورم. خب پدرش گفت تو بخوب بچه میگفت دیگه چیز است راستی که خورد از پدر خود که پیشتر رو می اومد جناب خورد. پدرش که میگه بریم در شهر که باز می اومدن وقت خود می رسد اینجا دناسی میگه نیباش پدر ما میاد اینجا. بجز از افغان ها خارجی ها هم در گذشته می اومدن اینجا برای چاینکی خوردن؟ خارجی ها می اومد. چطور بود بر از اونا آل را می آید؟ مزی چاینکی چطور است برشان؟ تو مزیشان داده چی گفتن در باره چاینکی؟ در رقم چاینکی میخورن خیلی میخواه که واقعیت خاشق آده دارن نه؟ ایره کدس بخورن دیگه با دیگه کدس میخورن باز نمیتونن از ایشان خطا میخورن خاشق باز میگیرن یعنی خوب مزیشان میتونه واقعیت. بسیار خوب. بدون شک که وقتی که غذا لذیذ باشه فرق نمیکنه داخلی باشه خارجی باشه، غذا حلال است. غذای حلال است بله. خود خارج خدا میدونه که خارجی ها را میگه من اونای خدا نه خدا معلوم چه رقم میخورم. راست میگن. این دیگه با تمام سترگی و با تمام نظم و نظافتش آماده میشه. مشتری گوسفند از مال بشت است، نان گندم مال بشت میشه. بسیار خوب. خب میخوایم یک دور بذاریم، فضا را کاملا برای دوستانشان بدیم. چطور که این رستوران تا با مالت قدیمیش نگاه کردین؟ یعنی میتونین که داش تغییرات بیارین ولی تغییرات نوردین. حالا نه دیگه چه امکان نداره که تغییرات بیارین. اگر بیرون کنیم پس سری کیفیت باز این کیفیت نیست دیگه. نمیدونم مال مردم هم از دیگه نمیتونیم مال مردم است. مال مردم است. خب بسیار خوب.
پس بیاین دوستا چند تصویر ببینین، دوباره ادامه میتیم و استاد وید فرمایش آمده رئیس بخیر برای دیگه جانو بدر دیگه نه بخیر شروع از همین 12 که شروع میشه دیگه بخیر باز جنجالک زیاد است از 11 دیگه بخیر راه دیگه تا دو بجره اینا دیگه شوربایی است که جور کرده ای یا شوربایی ها بسیار خوب اینا دیگه بخیر اینا استاد وید اینجا یک چیز دیگه من میبینم از یام یک قاشق داخل چاینکی ها میندازه این چی است جدر یک مساله خاص است که ما خود ما جور میکنیم خب دیگه مساله را دیگه رازش نمیگم که رازش پیش خود ماست خو اینا خیلی یک راز داری دلیلی خوشمزه بودن چای نگیره راز دیگه بله اینا دوستا که در چای یک دونه گکل پارتی ما یک قاشق قزی در چای نگی میپاره اینا می یک قاشق قزی کارا جور میکنه دیگه اما قصه چی شد میگه که کارا مساله میکنه لافا بیبی میکنه خب اون طرف نیست ولی این حال اگه کار مساله میکنه خب باز جورش خود ما میکنه جورش خودت میکنی ها این مساله مخصوص خودت از دیگه مجبور که دیگه با لاف هم دیم بیادر فکر نکنم دیگه این مساله را دیگه کس جور کردم بتانه نه نه دیگه نه بیا خیلی دوستا این مساله را از نزدیک ببینیم پرسان میکنن این را باید نمیگویم این رازه که بیادر این چی هست اینی چی هست ما چه نفهمیدم من خیلی فکر کردم دوبارهش اینی مساله را ببینیم که این مساله مخصوص استاد وحید است این مساله را میگه که رازش به هیچ کس نمیگم اما تو بله خو نگو این ما چاینکی را نوش جان میکنیم پشت رازش نمیگردیم با مزیج نوش جان میکنیم نوش جان که بهتر قد از مزیج گپ دی دیگه بس خلاص بخیر بخیر خب عزیزان شما تصاویر از چاینکی را دیدین حالا هم میخواهیم که برای یکی از مشتری ها استاد وحید ما برش چاینکی ببرم دگا خویدا چونه کی بابا را بود گلوسی مرت چونه کی بابا را بود استاد وحید کماو بتمت میگا کماو بتمت چای نگیره میگا چطور کماو بتمت نه چی بی بی استاد وحید فرمایش تغییر کرد به قلم والا بدر یک ذره گفت کماوتر باشه کماوتر باشه گفت یکم تو یکم تو قرمه تر میخوره دیگه البته تو گلش کم باشه بسیار خوب استاد وحید اینی چاینکا گفتی که بسیار قدیمی است چرا چاینک نو نمیگیری نمیاد دیگه چاینک نو نیست دیگه نیست دیگه چاینکا یوم است که یکم تو نگاه داشت نگاه کرده بود بدر قند حالا سودا میکنن و در میکنه فروشیده مجابات میپالیم 4 تا 5 تا 6 تا داتا که دگیر مومیه آها بود کجایی هستی چاینکا والا دیگه ژاپنی است و بدر سکو روسی است و چینایی هم چینایی خود دیگه کمتر دیگه نه قدر نیست سابق چاینکای خودم ساختمی جنگلک بود خب خود افغانستان خود ما آدمی خب بگی جنگلک گلیم میگفتن نورا خب خب همیال این یک دو دانه دارم اونجا اینا می ساخت جنگلک است. خب این چاینک ساخت وطن خود ماست. 34 ساله است دیگه. آها یام ساخت قدیمی. تقریبا این چاینک ایزان هم سن سال ما است. اینه. اینی جنگلک بود. این چاینک هم ساخت جنگلک است. این ساخت وطن خود ماست دیگه. ساخت وطن خود ما. چطور بود باز کارش اینه؟ حتما خوبش بوده که 30 سال کار داده. این مال از ناشکنا کرده می خوب کار میکنه. آه اول دیگه فابریکا غیر فعال است نیست دیگه فعال نیست بیا بخیر دعا میکنیم که بخیر هم تو فابریکاتی که در افغانستان در قدیم بود باز فعال شوه به انشاءالله خدا از اون تولیدات خود ما استفاده کنیم بنامه خدا توکل به خدا این دوستا دیگه شما رازهای استاد وحید هم فهمیدین که چاینک از کجاست چاینکی چطور آماده میشه خب حرفای زیاد برای گفتن است ولی حالا هم میخواهیم که یک چاینکی ما برای یکی از مشتری ها ببرم خدا کنه بتونم درست از میمان پذیرایی بکنم که
میمون از پیشم خفه نشه. استاد وحید کدام مشتری داری که ما براش چای نکی ببرم؟ ان شاء الله شاید آمده باشن اونجا. خب خیمه برم اول خبر بگیرم. ما میرم یک پرسان میکنم که کی است، کی آمده، چه رقم چای نکی میخوای یک براش ببریم. تا فعلا نامده؟ خوب است، خیر دیگه مشتری هست، ولی اگر مشتری خاص میخوایم داشته باشیم. همراهی ما کنیم. شاگرد وفادار استاد وحید ایجا گیر کردیم که این شاگردش بسیار زحمت هم میکشه، بسیار برش وفادار هم است. البته ما شنیدیم که چند وقت پیش قار کرده بوده. نام چی است؟ زلگای. زلگای جان، خبر شدیم که قار کرده بودی، چرا؟ زلگای جان چند ساله هستی؟ ایسو سنما سیکل چند ساله هستی؟ دو ساله. دو ساله؟ خیلی چند سال میشه اینجا کار میکنی؟ 18 سال. دو ساله هستی 18 سال میشه اینجا کار میکنی؟ خب بشک، چی کار میکنی خودت اینجا؟ صفایی ظرف جمع میکنم، یکان چای میتو مردم هست. خب ظرف هم میبرم صافی میکنم در صرفخانه را. خب با چاشتانه برای چاینکی هم میتن میخوری یا نه؟ خب بشک، چای چاینکی همه چیز دیگه. چای چاینکی همه چیز. خب ساعته که تیر است اینجا؟ کارت خوب است؟ راضی هستی از کارت؟ خب اینال بر ما نگفتی که چطور که دو ساله هستی و 18 سال بیش اینجا کار میکنی؟ چطور این کار میکنی؟ چطور مثلا خودت که دو ساله 18 سال چطور اینجا کار میکنی؟ به این سنده خود؟ نه سنده کلان هست. سنده کلان هست دو ساله؟ خب خیال از کار نمانم تا؟ نه خب برو دیگه خیلی کارت برو. خب باز پسان ما تو قسم میکنیم سیست؟ برو بخیر بری خند. تشکر است. خب استاد وحید دیگه اینا ما تعریف ای چاینگی تا زیاد شنیدم و در این حال آمده ساختنش هم دیدم. تعاملش سخت است که آدم تعامل کنه و تنها گپ بزنه. یکان چاینگی خوب برای ما جور میکنی استاد وحید؟ اینا دیگه نان هم آمد، نان وطنی و کاسه هم آمد. من این حال نان در این کاسه ریزه میکنم. استاد وحید دیگه یک چاینکی برام بگی که دنبش نازکک باشه، گوشتش هم استخواندار باشه. این حال کسایی که چاینکی خور است میفهمن که من چی فرمایش دادم استاد وحید. اما تو نیست؟ دلیلی که ما از رگا کم تو پالوانک شده ایم؟ چی گفتی فرمایش بگو؟ سه دانه برنده؟ این نان ازبکی آورده، این لغمه مرده. اینه یک نفر نان ازبکی آورده و در بغل برنده شده. چه قسمی چاینکی فرمایشی داد؟ استخواندار است؟ اینه دیگه استاد وحید بر ما یک چاینکی استخواندار و دنبهش نازکتر. امروی شیر محمد جان هستم. دیگه فرمایش گرفتیم میریم داخل و اوجا چاینکیاشون رو ببریم. خوب است؟ اینه چه؟ اینه نام خدا مجبور است بیایی دیگه دا سمس رو کاری. اینه سمس هی میاییم دیگه. این دوستایی که اینجا یک بالش اینه الان من شاگرد خود تستم. خالش کنیم اگه اجازه باشه من خالش کنیم. خالش کن خالش کن باش که چاینکی بدلشان هست یا نه؟ همتان های عزیز، با وجود از اینکه بزرگا کسایی که از سالهای سال اینجا میان برای چاینکی خوردن، اینه میبینید ماشاءالله جوان ها هم علاقمند چاینکی هستن و این غذای فولکلور و قدیمی وطن خود ما است. مزه و لذت که دی غذا است
فکر میکنم که این غذا را در جای پیدا کرده نمیتونین. حتما اینجا بیاین از این چاینکی نوشجان بکنین، مزهش همیشه بدنتان میمانه. شما تصاویری از عزیزان ما که اینجا هستن ببینین که با چی علاقمندی منتظر چاینکی هستن. اشتهای خوب بر همتان میخوایم. خب داغ است؟ داغ است، نسوزه. خب اینه خوب دنبام داره. ارخش بتم؟ واه واه چه خوب گوشت رام داره. یه خوب آدم تالیدار بوده، هر کس بوده. اینه گوشت شام اینه دال نخود گوشت شام بسیار خوبش. اینه خلاص شد یا مانده؟ خب اینه سعیز دیگه. خب نوش جان تان بیادرا چی میگه؟ فرمایش چی است؟ فرمایش میگه خورمه اضافه برامو بیاریم. یک خورمه اضافه بیاریم؟ بله. خواست ایست. اینه. خواه اینجا فکر میکنم پالوان ها هستن ها؟ بله ها دیگر قسم مردم میره پالوان. اینه دیگر ما یک چند دقیقه دمی پالوان ها مزایم نانشان هم میشم. سلام بیادر. سلام بسید. خوب هستین؟ بخیر سلام. ساعت شما خوب هست؟ تشکر. نامتان؟ نام خو همه گی میدونن مجبور کنه بگه ما جمشید احمدی هستم. جمشید جان احمدی اتفاقا فکر میکنم هم مسلک ما هم باشین ها؟ بله هست. بله جمشید جان احمدی هم مسلک ما هست. خب اینجا آمدن امروز با چاینکی خوردن. بله. احمدی صاحب همیشه میین برای چاینکی خوردن یا بار اول تن همراه دوست آمده؟ بله در طول عمرم اگر مبالغه نکنم بار اول است. همون گپ است. همون پهلوان های خوب ما که در کنار مست ماشالله شیرشاه جان، خیبر جان و پالوان ها خود اگر مرز جان از ایده می چاینکی ها؟ بله بله باز اتفاقا ما روز سه‌شنبه تمرین داشتیم کلاب از امزان آرون جان گپ برامد که چاینکی میخوریم. خب بسیار خوب. باز ما من امروز در کنار از اینا آمدیم. اینه دیگه مزیش امتحان بگو که بیبی چطور است. من مطمئن هستم همیشه خاطر آمدی. آمدی سر فرصت از این نیست خوش شاید بتونیم نتونیم خو امروز خوشبختانه در کنار بسیار خوب. ما دیگه مزاحمتون نمیشم. شما دیگه اشتهای خوب برتون میخوایم نوش جان بکنین. نوش جان بکنین مشکل نیست. ما فرمایش دادیم از ما کم خاص است. خوب است خیلی. فقط از ما خاص بودم چون چاینکی. نه بدون شک ما دیدم یک شک خالی کردم دیدم که گوشتش استخواندار و دنبه شام نر بسیار خوب. پهلوان خوراک شانی نمی در گذشته هم بوده. ما قسمی که مطالعه داشتیم درباره پهلوانای سابق قهرمانایی که گذشتن اونا همشون همین رقم خوراک داشتن. خب غذای ما قوی است فکر میکنم. بله بله همین چاینکی و کباب و پاچه خوردن و چای صبح پهلوانا همین گونه بوده. بله خب نوش جانتان ما خوش دیدیم که شما را دیدیم. زنده باشین همچنان. ما خوش همچنان. سلامت باشین. تشکر. دیگه دوستا شما تصاویر از هموطنای ما را ببینین که آمدن برای چاینکی خوردن. دیگه انشالله یک یادگار برشان میمونه. کسایی که در بیرون افغانستان هستین به اصطلاح بگویم که دلتان او شما نمیتونین از این چاینکی نوشجان بکنین ولی این غذا فقط با وطن عزیز خود ما پیدا میشه. کدام وقت اگه به افغانستان برگشتین آمدین حتما بیاین امتحان بدین. کم کم فکر میکنم که نوبت ما رسید. دیگه فرمایشم برای استاد وحید دادیم که ببینیم که چطور چاینکی ما را میته. دیگه شما همتانه ما را دیدین که با بسیار علاقمندی میاین و چاینکی نوشجان میکنن. دیگه ایناله ما هم میخواییم که مزه چاینکی را امتحان بکنم. استاد وحید فرمایش ما خود گرفتی ها؟ اینه دیگه بخیر. ما هم دیگه نان ریزه کردیم آماده هستم. فقط این تنها کلش از من نیست خو همراه همکار ما یک جای نوشجان میکنیم. عرب جان دگردی ما این چاینکی را نوشجان میکنیم. فقط آرزو میکنم که شما هم بتونین یک روز به اینجا بیاین و از این چاینکی مزه‌دار استاد وحید نوشجان بکنین. این صاحب اجازه هستی استاد وحید به شک والا. به به همون فرمایش است. دیدم بیخی خودش است. اینه به به چه خوب یک گوشته. یه هم اینه به یکی فکس شد. شما همون گوشت استخوان داره که فرمایش داده بودم ببینین که چه خوب یک گوشت خوب است.
این گوشت گوسفند با این شوربای چاینکی دیگه من میفهمم که کیفیت خاص خوره. استاد وحید از مصالحه تا مندوزی یا نه؟ یا انداخته بودی داخل از چاینک؟ بیاین دیگه دوستا بریم که نوشی جانش بگین. تشکر استاد وحید، زنده باشی. این یک جایی که مخصوص است میریم. خب قبل از اینکه ما چاینکی رو نوش جان بکنم، تشکر میکنم تا این دم مرا همراهی کردین. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.